حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه 40 شخصیت حقیقی و 382 شخصیت حقوقی را در فهرست تحریم‌های این کشور قرار داد. نام دو شهروند ایرانی در فهرست تحریم‌های مربوط به این فرمان به چشم می‌خورد. یکی علیرضا بلالی که به 10 سال تحریم‌های اقتصادی محکوم شده و دیگری حمید واحدی است. مقام‌های دولتی اوکراین بارها حکومت ایران را متهم کردند که با انتقال پهپاد نظامی به روسیه در تهاجم روسیه به این کشور مشارکت داشتند. کاترین گورینگ کارت، نایب رئیس پارلمان آلمان. پرهام پروری شناگر و مهندس است. او به مدت 200 روز به طور خودسرانه در بازداشت به سر می‌برد. او هنوز منتظر محاکمه است. من نگران سلامتی او هستم. من دوباره به رژیم ایران فراخوان می‌دهم. پرهام و دیگر زندانیان سیاسی را آزاد کنید. شیلا جکسون لی، عضو مجلس نمایندگان آمریکا. شیلا جکسون لی روز پنجشنبه از تشکیل یک گروه دو حزبی متشکل از نزدیک به 20 قانونگذار خبر داد که تمرکز آن بر حمایت از زنان ایران است. این گروه که انجمن زنان کنگره ایران نام دارد، به عنوان مجمعی عمل خواهد کرد که در آن اعضای کنگره می توانند به مسائل و تحولات مربوط به آزادی زنان و دموکراسی در ایران بپردازند. اولین اقدام این کمیته قطعنامه مشترکی بود که حمله شیمیایی به دختران دانش آموز ایرانی را محکوم کرد. ولید فارس، تحلیلگر نیوز مکس. برخی پیشنهاد می‌کنند تا سپاه پاسداران را به قیام علیه رژیم ایران سوق دهند، اما سپاه پاسداران خود رژیم ایران است. آیا این موضوع به مثابه این نیست که یک جمهوری اسلامی را با جمهوری اسلامی دیگری جایگزین کنیم؟